توی این ویدیو یک رقابت روبیکی خیلی جذاب داریم بین رکورددار قاره آسیا در حل مکعب روبیک و رکورددار قاره اقیانوسیه. سلام، ارادت، وقتتون بخیر باشه. من مهرداد کریمی هم یه ویدیوی خیلی جذاب داریم. الان میگم چرا. یک مسابقه، یک فینال جذاب و نفسگیر بین فریکس امتگز، اسطوره روبیک جهان، قهرمان دو دوره جام جهانی مکعب روبیک، پر افتخارترین و پرمدالترین کیوبر دنیا در طول تاریخ، همچنین رکورد شکنترین کیوبر دنیا با 121 رکورد جهانی. از اون طرف هم لیو برومو رو داریم که به تازگی رکورد قاره آسیا رو دوباره تونسته بشکنه و در حال حاضر به عنوان رکورددار قاره آسیا هستش، فوق‌العاده آماده است. و اما این دو نفر توی فینال مسابقه قهرمانی قاره اقیانوسیه 2023 توی فینال به همدیگه خوردن و یک رقابت فیس تو فیس خیلی جذاب رو با همدیگه داشتن که قراره توی این ویدیو رقابت جذاب بین فلیکس امتگز و لیو برومو رو ببینیم. مسابقات قهرمانی اقیانوسیه تقریبا هر یک سال یک بار برگزار میشه و مثل همون قهرمانی اروپا و قهرمانی آسیا هست و مهمترین مسابقه قاره اقیانوسیه هستش که حالا لئو هم به عنوان مهمان توی مسابقات بوده و قراره که امروز رقابت جذاب و فوق‌العاده اژدهای فیلیپینی لئو برومو و اسطوره روبیک جهان فلیکس امتگز رو ببینیم. لئو برومو و فلیکس جفتشون بی نهایت پرطرفدارن، هم توی مخاطب، هم توی یوتیوب و هم توی طرفدارهاشون. امروز یه مسابقه خیلی جذاب داریم، اکیداً این ویدیو رو از دست ندین. در ادامه میریم که با همین ویدیو رو ببینیم. قبل از اون یادتون نره اگه به دنیای مکعب روبیک، مسابقاتش، آموزشش و هر چیزی علاقه دارین، به این داخل یوتیوب فاست سرچ کنین مهرداد کریمی، کانال یوتیوب دنبال کنین، سابسکرایب کنین. این کانال مخصوص کسایی که عاشق روبیک و بازی فکری هستن. بریم و ویدیو رو با هم دیگه ببینیم. خب بریم به سالن مسابقه، اتاق انتظار قبل از فینال. سمت چپ تصویر لئو برومو و سمت راست هم فلیکس رو می‌بینیم که تو اتاق انتظارن برای اینکه دو نفر پایانی صدا کنن. استرسشون رو میبینین، خستگیشون رو میبینین. حالا سعی کنیم زاویه جدیدتر رو براتون بزنیم که جذابتر باشه. این هم لحظه ورود اسطوره روبیک جهان فلیکس امتگز به سالن مسابقات برای فینال. سمت چپ تصویرم که دیدین گزارشگرهای مسابقات نشستن و یه دوربینم که سیار برای خود مسابقات داره میچرخه دنبالشون و دو تا هم دوربین ثابت برای فینال. از اون برم که حالا این پایین صفحه اگه ببینین میز گزارشگرهای مسابقه هستش و حالا گزارشگر لئو برومو رو میخونن. دو تا دوربین هم که منتظره که فیلم برداریشه. روبیکاشون هم تحویل رانر یا همون دونده مسابقه بودن که روبیکا رو ببره برای اسکرمبل. لئو برومو سمت چپ تصویر در میز صورتی و فلیکس امتگز سمت راست تصویر در میز آبی رنگ. حل اول رو فقط هم اگه دقت کنین جوایز بود. حل اول رو فلیکس باید بره با سیت شماره دو، با میز شماره دو باید این کار رو انجام بدیم. اسپانسر مسابقه که رو خود روبیکس هستش، کارخونه روبیکس. خب حل رو شروع میکنه از رنگ قرمز 3 تا پی 4 تا پی OLL و PLL 672. اسپانسر مسابقه خود کارخونه روبیکسه و پایینش هم نوشته دیگه مسابقه قهرمانی اقیانوسیه. خب حل اول لئو برومو رو با هم خواهیم دید، ببینیم که لئو چی کار میکنه. داره اینسپکشن میکنه روبیکش رو. تمرکز، استرس فینال خیلی بالا. حتی اگه فلیکس 40 ثانیه هم بزنه باز کنار فلیکس هم استرس داره. 6 و 30. بالاخره فلیکس انقدر افتخار داره که کنارش نشستن هم خودش استرس باشه. واقعا لئو خیلی خوب خودش رو کنترل میکنه از لحاظ استرسی. خب حل دوم فلیکس رو با هم ببینیم. اون بالا هم که رو مانیتور میبینیم بزرگ داره فینال نمایش داده میشه که حالا کسایی که دورتر نشستن بتونن راحت ببینن. حل دوم میخوان شروع کنه. حل رو شروع میکنه، این سری از رنگ قرمز دوباره 3 تا 4 تا OLL و PLL وای میخوره. 7 و 20 و 6 و با تشویق حضار رو برو میشه. بریم ببینیم که لئو برومو چی کار میکنه. حل دوم لئو رو داریم. خب لئو هم شروع میکنه از رنگ زرد اگه سفید میره اولل باید بده یا پیلو اش 567. چقدر ریلکس، چقدر خوب و آروم داره حل میکنه. اون جوان 16 سال اگه اشتباه نکنم، فوق‌العاده است، فوق‌العاده. از این بر فلیکس رو داریم.
فلیکس بچه الان 27 28 سالش این تورا هستش. خب حل بعدی رو شروع میکنه از رنگ باز هم قرمز میرسه به OLL و PLF میخوره، بازم 7 و 26، بازم مثل حل قبلیش دو تا 7 و 26 رو پشت سر هم ثبت میکنه. حالا میریم برای لئو برومو حل سوم، فانی که لئو خیلی بهتر بوده، خیلی بهتر بوده، اگه این حل رو هم بهتر بودن تقریبا برنده مسابقه مشخصه دیگه. خب این سری هم شروع که یه ذره با سرعت دست بالاتر از آبی هم شروع کرد، میره برای پیلل وای و 6 و 1 دهم، 6 و 1، چقدر مسلط، چقدر فوق‌العاده. خب از سایر اسپانسرهای مسابقه هم فروشگاه اسپید کیوبینگ استرالیا هستش، کارخانه روبیکس هستش و خود WCA هم اسپانسری مسابقات هستش، سازمان جهانی روبیک. حالا حل چهارم فلیکس شروع میکنه، این بار هم از رنگ قرمز، همه از قرمز شروع کرد این سری، فلیکس مالتی کالر OLL و PLG و پلاستو، یه حرکت چون مونده تموم شده انداخته، 7 و 12 بلا اضافه 2 میشه و میشه 9 و 12 و افسوس فلیکس دیگه. فلیکس انقدر از این فینالو و انقدر از این رقابت ها دیده که بکنم زیاد ناراحتش کنه، خراب کردن توی این فینال. ببینیم که حالا لئو چی کار میکنه. حل چهار رو شروع میکنه به حل از رنگ سفید، اگر اشتباه از رنگ قرمز اونم شروع کرد و PLL 6 و 20 خیلی خیلی خوب، خیلی بدون استرس، با اعتماد به نفس فوق العاده. بعد کارنامه‌اش رو امضا کنه که رکورد که ثبت کرده رو تایید کنه که داوری موقع اشتباه نوشتاری نداشته باشه، که از قوانین مسابقات هستش. حل پنجم اسطوره روبیک فلیکس نرگز، این سری بالاخره از رنگ سبز شروع کرد، 3 تا پی 4 تا پی اول نمیر برای زد بی ال و 6 و 29 میانگینش میشه 7.8 و از اون طرف ببینیم که لئو برومو حل پنجم رو چی کار میکنه. خب شروع میکنه به حل کردن، اون از رنگ سبز شروع کرد، چه سرعت دستی OLL و میره برای PLL 5.93 و میانگی 6.05. اختلاف اول میشه، لئو برومو فیلیپینی تو مسابقه قهرمانی اقیانوسیه که میتونه با یک میانگی فوق‌العاده اول بشه، مورد تشویق حضار قرار میگیرن، هم فیلیپ هم لئو. سایر شرکت کننده ها رو میبینیم که اون بر به سایر مقام ها رو ببرن که در ادامه تون عرض میکنم و تشویق حضار رو مشاهده میکنیم. فینال فوق العاده جذابی بود بین یک نوجوان و یه جورایی بگیم یه پیشکسوت روبیک، کسی که افتخاراتش جوریه که مثل مسی اونه، تقریبا نزدیک افتخاراتش هم نمیشه شد، دو دور قهرمان جام جهانی شده، 121 رکورد جهانی شکست، حالا مکس پارک با اون همه رکورد شکنی تازه 66 تا رکورد شکست، البته احتمال داره مکس پارک بتونه رکورد بشکنه. و اونم لئو برومو بود که لئو توی این مسابقه با میانگین 6.5 قهرمان این مسابقه شد و فلیکس هم با میانگین 7.8 نفر چهارم شد. این مسابقه چون مسابقه قهرمانی قاره اقیانوسیه بوده، رنکینگ اصلیش بین کساییه که تو اون قاره اقیانوسیه زندگی میکنن و تو رنکینگ اصلی فلیکس دوم شدش و آقای راموس با میانگین 6.71 اول شدش. در کل که حالا این رقابت اصلی بین لئو برومو و فلیکس بود که واقعا لئو بی‌نظیر عمل کرد با رکورد 5.67 تو این فینال و میانگین 6.5 که حالا قهرمان مسابقه هم شد، اما قهرمان اقیانوسیه گفت آقای راموس شد. امیدوارم لذت برده باشین، اگه این سبک ویدیو رو دوست دارین، گزارش ها رو دوست دارین، حتما این که بازم براتون بذارم، لایک کردن ویدیوهاتون نره، نظرتون کامنت کنین برامون. ارادت موفق باشین، خدا نگهدار.